از الان که در کاله هستی، جایی که برخی ایرانی ها هم هستند، به ما از وضعیت اونجا بگو. بله پویا، افزایش تعداد پناهجویان در هفته گذشته به حال باعث شده اینکه خبر رسانه‌ای بشه و واکنش مقامات رو در بریتانیا و فرانسه به دنبال داشته. در آخرین واکنش در بریتانیا، بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا رو دیدیم که گفت اقدامات اینچنینی احمقانه، مجرمانه و غیر قانونی است، که البته واکنش‌های بسیاری رو از طرف شهروندان خود بریتانیا داشت که بسیار خشمگین شده بودند. فعالان حقوق پشه و فعالان حقوق پناهندگان هم همینطور. از طرف دیگه الان طرحی عنوان میشه، طرحی هستش که نیروهای دریایی بریتانیا بیان کنترل گذرگاه مانش رو بر عهده بگیرن، که این هم با واکنش همراه بوده. شهردار کاله در آخرین واکنشی که به این قضیه نشون داد گفتش که بوریس جانسون باید آرامش خودش رو حفظ بکنه، قوانین و قوانین مهاجرتی خودش رو تغییر بده، و گفتش که اگر این طرح اجرایی بشه و کنترل گذرگاه مانش به دست نیروهای بریتانیایی بیفته، این یک جوری اعلان جنگ تلقی میشه. در واقع خواستش که الان هیچ اقدامی صورت نگیره. اما آنچه که مهمه، البته یک واکنش تعجب برانگیز دیگه هم از یکی از نمایندگان مجلس عوام بریتانیا داشتیم که گفت ما باید کنترل بندر کاله فرانسه رو به دست بگیریم، درست مثل همون چیزی که در قرن 16 جزئی از ما بود، ما اون رو باید الان پس بگیریم و بعد میتونیم شرایط رو بهتر کنترل بکنیم و همینطور که هزینه ها اینطوری کمتر میشه. فکر میکنم اشاره ایشون به اون مسئله ایه که الان فرانسه از بریتانیا 30 میلیون پوند خواسته تا بتونه نظارت بیشتری داشته باشه. اما اون چیزی که مهمه وضعیت خود پناهجویانیه که الان در بندر کاله زندگی میکنن. این مسئله جدیدی نیست، الان سالهاست از مانش و از تونلی که هستش حرکت میکنن، خودشون رو به بریتانیا میرسونن. اولین قایقهایی که سرنشینش ایرانیا بودن برمیگرده به تقریبا فکر میکنم 2 سال پیش که وارد بریتانیا شدن. همون موقع هم این مسئله بسیار رسانه‌ای شد، بسیار واکنش نشون دادن، مقامات گفتن ما به سرعت اینو کنترل میکنیم. اما نه تنها کنترل نتونستن بکنن، بلکه 2 سال میگذره و تنها چیزی که بوده شرایط پناهجویان بدتر و بدتر شده. الان اینجایی که میبینی تنها یکی از جاهاییه که پناهجویان ایرانی و پناهجویان دیگه در کنار هم جمع شدن، چادرهای خودشون رو تونستن بنا بکنن، ولی بسیار تحت فشار هستن. پلیس هر یکی 2 روز یه بار حمله میکنه، چادرها رو جمع میکنه. ما در میان پناهجویان ایرانی جوون رو میبینیم، خانواده میبینیم با بچه‌های کوچک، کسانی که حتی نمیتونن صحبت بکنن به خاطر اینکه ترس دارن اگر به بریتانیا برسن اونها رو برگردونن. حرفیه که خود بوریس جانسون میگه ما باید شرایط رو سختگیرانه تر بکنیم، پناهجویانی که میرسن رو برشون گردونیم. اما وقتی من با پناهجویان در اینجا صحبت میکردم، اونها میگفتن ما راهی نداریم. بیشتر اونها کسانی هستن که سالها در کشورهای اروپایی زندگی کردن، پرونده هاشون رسیدگی نشده، کسانی هستن که اعضای خانوادهشون در بریتانیا هستش و الان نمیتونن از هیچ طریق دیگه ای برن و میگن ما اگر بریم و به اونجا برسیم و برگردون بشیم باز هم میریم. من پناهجوی دیگری رو دیدم که یک بار به بریتانیا رسیده و برش گردونن، ولی باز دوباره میخواد بره و این کار رو بکنه. مسئله ای که اینجا مهمه وضعیت پناهجویانی که به نظر میرسه نادیده گرفته میشه و کسی براش اهمیت نداره. متاسفانه تا دقایق پیش پناهجویان اینجا چند تاشون میخواستن صحبت بکنن ولی منصرف شدن به خاطر همون ترس هایی که جلوتر توضیح دادم به تو. امیدوارم که در هر حال بررسی هایی که میشه وضعیت پناهجویان هم در نظر گرفته بشه درش و بتونن به مسائل اونها بهتر رسیدگی بکنن، چون الان در شرایط کرونا تنها چیزی که اونها باید نگران باشن این بود باشه که از وضعیت سلامتی خودشون مطمئن باشن که کرونا نمیگیرن. اما این آخرین چیزیه. اگر نیروهای دریایی بیشتر بشه، اونها مجبورن مسیرهای طولانی تر رو برن. یکی از خانمهایی که من اینجا صحبت میکردم میگفت قاچاقچیان آدمی هستن که الان میگن باید ساعتها از جاهای صخره ای عبور بکنی تا بتونی خودتو به ساحل برسونی، و این همش به خاطر اینه که قوانین داره سختتر و سختتر میشه. 2 سال پیش وقتی من کاله بودم میدیدم که تمام پناهجوها زیر پل زندگی میکنن، در جاهای مختلف کاله هستن، شرایط سخت بود. ولی امروز ما میبینیم که زیر پل حتی فنس کشیدن، پناهجوها نمیتونن برن، ماشین های پلیس رو میبینیم که خیلی زیادن و پناهجوها واقعا جای خاصی رو ندارن و همه به یک جای کوچک پناه آوردن و در شرایط بد دارن زندگی میکنن. تناز خامه همکارم، ممنونم از گزارشت از وضعیت پناهجویان در بندر کاله.